اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری. در آفتاب فروردین از خواب ناز بیدار می شود. امید در نگاه عزیزانت سرشار می شود. صدها هزار سال در دشت‌های میهن من آوازخوان نوروزی بر شانه های سنبل و سوسن با پنجه های ابریشم می خواند و می سن. اما در نیم قرن در سرزمین من با دست‌های سرد جنایت بذر سیاه پاشیدند ایران، ولی آواز سرفرازی را سر داد بر شانه‌های اسفندی. علیرضا نوری‌زاده پنج شنبه هفتم ماه مارچ 17 اسفند ماه به شما سلام میکنه. 14 روز دیگه نوروز. شما نوروز رو پیشا پیش به خانه ما آوردید، به سر تا سر ایران با نی بزرگ به آسدلی و جماعت اوباش و آدمکشان و امام به سران ضد خدای او. امروز بعد از حادثه بزرگ 11 اسفند با دکتر سازگارا هستیم، و چه کسی بهتر از او که این روز بزرگ رو حالا مطمئنم تبریک خواهد گفت و تحلیل بکنیم. درود بر دکتر محسن سازگارای عزیزم. از سلام و ارادت دارم خدمت های دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. واقعا بهار رو پیشا هنگام، مردم در 11 اسفند ماه 1402 به ارمغان آوردن و به استقبال نوروز رفتن با این حرکت بزرگ. من آقای دکتر بدون مقدمه اجازه بدید اول اطلاعاتی رو که به دست آوردم تا 3-4 خدمتون ارائه کنم، بعد با هم به بحثش بنشینم اگر اجازه بفرمایید. ببینید، خب همه مردم میدونن خامنه‌ای شخصاً متجاوز از 7 دفعه 8 دفعه صحبت کرد، میدون اومد، ریش گرو گذاشت، حرام شرعی کرد، سیاسی کرد، نمیدونم امنیت کشور، نظام، هرچی به عقلش میرسید گفت و از مردم خواست که بیاید و رأی بدید. روز جمعه 11 اسفند اتفاقی که افتاد این است که مردم نه فقط رأی ندادن، یک بایکوت گسترده کردن که در تاریخ ایران قطعا بی سابقه است، ما نداشتیم، بلکه یک اکت سیاسی هم کردن، یک به اصطلاح تاکتیک رو هم به کار بردن غیر از اضافه بر بایکوت، و اینکه در خانه نشستن توی خونه و حتی خیابانها رو تا ساعت 6 بعد از ظهر خلوت کردن. من این رو نه بر اساس صدها فیلم و عکسی که گرفتن و تو شبکه‌های اجتماعی زرد میکنم، پاره دوستان ما خیابون به خیابون در چند شهر رفتن از نزدیک برای اینکه به چشم هم ببینن، مشاهده کردن، جمع‌آوری کردن، و واقعا مثلا در شهری به بزرگی تهران با 10 میلیون رای دهنده، جمعیت رای دهنده از شمال تا جنوب، از شهر تا غرب، از مرکز تا
هر جایی واقعا مردم آل من آمدن پاشونم تو خیابون نگذاشتن. این حرکت به نظر من نشون میده هوشیاری، آگاهی و اتحاد بی‌نظیر ملت ایران رو در این نی بزرگی که گفتن. اونچه که اتفاق افتاده، آرایی که به صندوق‌ها ریخته شده واقعیش برعکس اون چیزی که 25 میلیون حکومت ادعا میکنه 10 میلیون بیشتر نیست و نزدیک به نیمی از اونم آرای باطل است. یعنی از 61 میلیون رای دهنده کشور 16% رای ریخته شده، اگر این عدد رو درصدی بگیم، و نصفه باطلش هم که من چون میزنم رأی اعتراضی، چون خیلی ها به هر دلیلی فکر کردن برن پای صندوق و رأی اعتراضی بندازن، قیمت کالاها رو مثلا نوشتن نیر کیلو اینقدر، نمیدونم گوشت کیلو اینقدر، یا وضع خراب جاده خیابون، اون رو هم شما در بیاری به صف مخالفین اضافه کنی. بنابراین اونی که موافق و رفته داخل این بازی محوع و افتضاح انتخابات، من فکر میکنم حدود همون 7-8%، یعنی همون عددی که سنجش افکارها هم نشون میده طرفدار برای این نظام بود. بنابراین عددی بالای 90-92% مردم با این حرکت زیبایی که کردن خامنه ای رو عزلش کردن. اگر هر جای دیگه دنیا هم باشه، آقای کامرون در انگلیس برگزیت رو به رأی به رفراندوم گذاشت و وقتی رأی نبرد استعفا داد. آقای خامنه ای توسط ملت ایران عزل شده. من اجازه بدید این رو هم عرض کنم. ببینید، به نظر من دیکتاتورها در مواجهه با اعتراض مردم وقتی نمیخوانشون، حالا غیر از سرکوبای اولیه و غیره، ولی وقتی اوج میگیره بر دو دستن در تاریخ معاصر نگاه کنید، یک عده‌شون میفهمن زمین سفت مردم رو و یا استعفا میدن یا میذارن میرن. من ببینید، حالا محمد رضا شاه به تاریخ پیوسته و خوب و بد او رو دیگه تاریخ قضاوت خواهد کرد، احساسات و زنده باد مرده باد و اینا دیگه رفته کنار، او در ترازوی تاریخ قرار میگیره، خدماتش، حسناتش، سیئاتش، مورخین حالا کار دارن بررسی خواهند کرد تا تصویر روشنی از دوره خواهد کرد. اما یک چیز رو راجع محمد رضا شاه انصافا میشه، من به عنوان کسی که اون طرف میز بودم، او در آبان سال 57 وقتی اعتراضات مردم گسترش گرفت اومد نشست شده تلویزیون گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم و یه سری کارهایی رو قول داد، گفت نمی کنم دیگه، یه سری کارهایی رو می کنم. و یک ماه و نیم بعد وقتی تاسوعا و عاشورا، مردم، خب میلیون ها نفر در سراسر ایران تو خیابونا اومدن و بازم خواستار برکناری شدن، خیلی به نظر من درست، خیلی او از این نکته از نکات مثبت تاریخ زندگی او خواهد شد، اومد گفت مردم منو نمیخواین، خیلی خب منم میرم، خدا حافظ، و زمین ادب سیاست رو بوسید و رفت و دست به کشتار و سرکوب مردم دیگه نزد. یا حسنی مبارک در مصر وقتی مواجه شد با این که مردم مصر اومدن گفتن نمیخوایم تو رو، گفت خیلی خوب نمیخوایم، من استفاده دادم، رفت کنار، زندانم رفت، ولی بعد که نظامی رو برام سرکار. و بن علی هم در تونس هم وقتی دید مردم این طور ایستادن میگن آقا نمیخوایم تو، گذاشتن. ولی قذافی این کار رو نکرد آقای دکتر و مردم حقش رو کف دستش گذاشتن. و نه فقط حالا خودش، درسی که از قذافی دیکتاتور رو باید بگیرن که خودش کشته شد هیچ به دست یه نوجوان، بلکه دودمانش هم به باد رفت. خامنه ای الان باید تصمیم بگیره، البته 3-4 روز هم زبونش بند اومده، گیج شده بود و این آدم روز سه‌شنبه که اومد حرف زد نشون داد میخواد نشون بده هیچی یاد نگرفت، هیچی، یعنی انگار که صحبتهای قبلیش و نوارش رو تکرار کرده گذاشته، شورانگیز حماسه مردم، اصلا
گفت از همه محرومتر خفاش بود، گو عدوی آفتاب فاش. یعنی صدای انقلاب مردم رو خواست بگه که من اصلا نشنیدم، انگار کرم. و این تودهنی محکمی که مردم بهش زدن و توی بیخ گوشش زدن رو به رو خودش سعی کرد نیاره بیاد بگه بله بله خیلی عالی بود، نمیدونم چی بود، فلان بود، اونجوری بود. و در واقع این اتفاق به قدری وسیع بود که عصر جمعه، چون اینا از قبل قرارشون این بود که 60-61% اعلام کنند. و مطمئن باشید اگر واقعا عددی که ادعا میکنن 40-41% مردم رأی داده بودن، اینا میمدن میگفتن 70% مردم اومدن رأی دادن، بوق و کرنا میکردن. اون روز عصر جمعه ظاهرا وزارت اطلاع و اطلاعات سپاه هم این بار و وزارت کشور، اینها با بیت رهبری دائما جلسه و صحبت میکنن و نهایتا میگن آقا نمیتونیم بریم رو 60%، برای اینکه صدها فیلم مردم گرفتن از حوزه های خالی، صندوق های سیاری به خصوص که به مثلا پادگان ها و بیمارستان ها و ادارات دولتی اینا میبرن، درشو باز کردن 6 تا دونه رای توش بوده، 4 تاش هم مثلا باطله بوده. یا ناظرای خود وزارت کشور و خود شورای نگهبان سر صندوق ها ظاهرن بودن، بالاخره آدم هن دیگه، و اونا دیدن پرنده پر نمیزده. بنابراین ما اصلا نمیتونیم بیایم یه عددی بگیم. در نتیجه خامنه ای رو قانع میکنم به اینکه بیایم بگیم 41% که باشه کمتر از حتی اونم جدی بود سال 1400 که رئیس جمهور کردن، اونجا هم 18% مردم رای داده بودن و گفتن 48% رای دادن، 48.8% که اقلا بتونیم بگیم باور کنن مردم. منتها چون اینا خیلی هم ضعیفتر شده، اون انتخابات اقلا وزارت کشور روحانی برگزار کرد، این آشفته تر هم شده، عددهای جزئی که داره از فرمانداری ها و شهرها و یه مختلف میاد پر از تناقضه و پر از اشکالات و مشتشون هم وا کرد. آمار دقیق نیست که در یه شهری مثل تهران فقط 5% جمعیت رای دادن، یعنی همینطوری در واقع از شیراز یکی از اون شهرهایی است که مردم حتی احتمالاً کمتر از 5% از مردم رای دهنده، جمعیت رای دهنده در شیراز رفتن. دکتر کردستان، کرمانشاه، بلوچستان، استانهایی که ناراضی تر هم هستن مثل کردستان و بلوچستان، اینا که هیچی اصلا کاری کردن مردم کارستان. ولی ببینید این اتفاق به هر حال تصمیم گرفتن این چاخانو بکنن، بگن 41% به جونم بخرن که بگن اقلیت بود، مثلا باشه زیر 50% بود ولی مردم رأی دادن فلان. ولی واقعیت این است که همون عددی که سنجش افکارها نشون میداد، سنجش افکار خود نظام نشون میداد، 7% این مردم کماکان ممکنه اعتقاد دارن به این نظام، اما 93%، یعنی یک وجدان عمومی، یک اجماع بزرگ که در تاریخ ما بی نظیر بوده و با نه فقط رأی ندادن بلکه با یک اکت، با یک حرکت تو خونه نشستن، در واقع یک رفراندوم خاموش کردن، یک انقلاب خاموش، یک نهی بزرگ به جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای گفتن و در قول رو عزلش کردن. و او الان سر این دوراهی من بعید میدونم انقدر ارزه و شهامت داشته باشه که بیاد بشینه بگه مردم من صدای انقلاب شما رو شنیدم، من صدای نارضایتیتون رو شنیدم، نمیخواید منو، من نمیخواید باشی میرم کنار. و این شما اینم یه رفراندوم زیر نظر سازمان‌های بین المللی، نه این حکومت که دوز دستش نمیشه داد بره کلانتری، آزادانه بیایید آره و نه رو به جمهوری اسلامی بگید، خون و خونریزی نکنیم. خیلی بعید میدونم این مرد بی‌لیاقت و متوهم و ترسو و بزدل جرأت چنین کاری رو داشته باشه، چون خود استعفا دادن و گذاشتن از سر میز قمار سیاست بلند شدن خودش یه جرأتی میخواد که پاره آدم ها داشتن در تاریخ
و پاره آدم ها مثل آقای خامنه‌ای ندارن و اینطور در واقع نشسته و ابلهانه میاد، انگار نه انگار که این کشیده رو از مردم خورده. بر صورت واقعا جای تبریک داره آقای دکتر، و من فکر میکنم کتاب سیاست ایران روز جمعه 11 اسفند 1402 ورق خورد، ما وارد فصل جدیدی شدیم، فصلی که از اون بوی وحدت و اتحاد ملی میاد، فصلی که از اون به اصطلاح ابتدای راهی است که یک ملت ایستادن. و به نظرم عرض کنم سیاست پیشگان ما بندم روش که سال گذشته میشه گفت رفوزه شدن در ایجاد اتحاد، این مردمن که درس اتحاد رو به سیاست پیشگان ما هم دادن. و من امیدوارم که یک عده هوس نکنن موج سواری کنن، بکنن بخوام بگن من کردم اون کرد نمیدونم اینا، نه، یاد بد بگیرن سیاست پیشگان ما هم زانوی ادب بزنن زمین، در محضر ملت ایران درس بگیرن و یاد بگیرن که این ملت بزرگتر از اون نیست که یک کسی بخواد بیاد آقا بالا سری و موج سواری بکنه. باید از این ملت درس بگیرن و همدوش و همراه ملت و یار این ملت باشن. دکتر سازگار، این اشارات شما کاملا به جا و درست، و واقعا میگم نماد این انتخابات صندوق خالی بود که ما در دیدیم مردم آزاده و مبارز بلوچستان نشون دادن به ما، و صحنه کارشناسان و ناظران انتخابات بود که با جارو دنبال موش تو مسجد بودن و مردمی هم در اونجا حضور نشن. به اعتقاد این دو نماد ورشکستگی سید علی کاملا در اینجا و به قول شما نفی این اتوریته و این قدرت، و خودش سرنوشت خود رو رقم زد قذافی‌وار و صدام‌وار باشه با ملت ایران، نه اینکه خارجی بیاد دخالت. حالا از این به بعد آقای دکتر سازگار، مردم حرفشون رو زدن با تمام سختی‌ها، خطرات، بیپولی، برف سنگین، هم اینا در پایتخت برف سنگینی بود و بعد در بعضی از استان. اپوزیسیون الان وظیفش اینی زانو بزنه مردم عتبشون رو ببوسه. اپوزیسیون الان به اعتقاد شما چه باید بکنه که لبخند به لب مردم بنشونه، که مردم احساس کنن این دستاوردی که داشتن یه پیامدی به این مهمی داره که اپوزیسیون در کنار هم میبینه، این کار چیکار باید کرد؟ من واقعا از شما به خاطر عمرت تو این راه گذاشتی سوال میکنم، چه اندیشیدید برای مرحله بعد، برای اینکه آدم احساس راحتی بکنه بگه دیگه امانت رو میشه دست آدمای داد که خودشون حدود مسئولیت خود رو میدون. من آقای دکتر همونطور که شما میدونید ما با هم همرزم بودیم از قبل و بارها با هم خارج از برنامه حرف زدیم، صحبت کردیم و کار کردیم. من و شما میدونید من هیچ قدمی رو بر نمیدارم مگر اینکه واقعا با فعالین کف میدون و بچه‌هایی که خاک مبارزه رو دارن میخورن هماهنگی میکنم، از اونا میپرسم و منتظر تصمیماتی میشم که مجموعه فعالینی که اونها بار مبارزه رو به دوش میکشن میگیرن. الان که خدمتتون صحبت میکنم میدونم که بخشای مختلفی از فعال جوانایی که سال گذشته در محلات کشور اون شور و هیجان رو به وجود آوردن، فعالین مدنی که در بخشای مختلف کارگری، دانشجویی، روزنامه نگاری، حقوقدان، معلمی، غیره و غیره دارن فعالیت میکنن، بحثای مهمی رو دارن. و همینطور سیاست پیشگان که بار زندان رو به دوش کشیدن و در زندانها هستن و یک حسرت شنیدن یک آخ رو هم به دل دیکتاتور و جلاد گذاشتن. من الان بیشتر شخصا منتظرم که این بحثا انجام بگیره، انقدری که بضاعتم هم هست مشارکت میکنم.
بعدش راستش میام سراغ اپوزیسیون خارج کشور. من که راستش بسیاری از این کسایی که در خارج من دیدم متاسفانه با واقعیات کف جامعه بیگانن و به خیال و خواب و خیالای خودشون و یا قباهایی برای تن خودشون میدوزن که واقعا به تنشون گشاده و اهلیتش هم ندارن. اون چه که تا الان فهمیدم، تا الان، حالا ببینید کار داره، وقتی بدونم که قطعی عزم فعالینی که جنبش رو به پیش میبرم مدیران میدانی چی باشه، با قاطعیت بیشتری در همین برنامه خدمت رو عرض خواهم کرد. ولی آنچه که تا الان فهمیدم فعالین در واقع دارن کار میکنن رو این که وحدت ملی که مردم نشون دادن احتیاج به یک گفتمان ملی هم داره، احتیاج به یک دیسکورس ملی داره و احتیاج به یک گول و هدفی داره که برای همه ملموس باشه، همه بتونن ببینن این افق رو و بتونه موضوعی باشه که بیشترین اتحاد رو درست کنه. تا اینجا که الان بحث میکنن صحبت از این است که ما اگر شعار این که رفراندوم روی جمهوری اسلامی آری یا نه، همونی که خمینی سال 58 پرسید ولی حق نداشت بپرسه برای اینکه مردم نمیدونستن توی جمهوری اسلامی چیه و در واقع اون مقطع یعنی جوونی بودیم خیلی هم فعال بودیم، تصور همه این بود، یکیش هم بنده، که اون رفراندوم یعنی اینکه ما داریم یه رأی میدیم به انقلابی که خوشحال بودیم پیروز شده و اون پیروزیمون رو میخوایم تایید کنیم تو صندوق رأی، بدون اینکه فکر کنیم که داره رأی گرفته میشه روی جمهوری اسلامی که توش نمیدونیم چیه. و 6 ماه بعدم که قانون اساسیش نوشته شد، وقتی به رفراندوم گذاشته شد معلوم شد توش چیه، بلافاصله 25% ریزش کرد، 75% فقط رأی داد و 1% که اصلاحیه قانون اساسی و ولایت فقیه مطلقه فقیه و غیره شد، عدد رفت زیر 50%. یک اکسایم که رأی نداد خود بنده دیگه حالا فهمیده بود توش چیه و این سنجوز لعنت توش نبوده. الان بعد از 45 سال حق دارند مردم به یک بار دیگه ازشون پرسیده بشه با توجه به رأی قاطعی که روز 11 اسفند دادن، در واقع حرفشون رو زدن از طریق صندوق که خود حکومت هم اعتراف کرده. اصلا به قول آخوندا شبهه رو قوی بگیریم، بگیم مثلا عدد حکومت درست 41% که یه در نصفش هم باطله، 20%، اصلا 25 میلیون رأی دادن، همینی که حکومت میگه، اقلیت مردم رأی دادن، اکثریت اعتراض کردن، رأی اعتراضی دادن و نیومدن. بنابراین حالا که اکثریت ملت گفتن نه، به خصوص اینکه خامنه ای شخصا اون طرف میدون وایساده بوده و طرف مردم شده و بهش گفتن نه، حق مردمه که صندوق گذاشته بشه زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی، برای اینکه این حکومت دوز دستش نمیشه داد ببره کلانتری. سازمان‌های بی‌طرف بین‌المللی که ناظر بر انتخابات هستن، یکیشون هم نه، 4-5 تاشون میشه دعوت کرد، خیلی هم این کارا رو در همه دنیا کردن و سازمان ملل هم حتی حاضر نظارت میکنه و مردم آزاد متمدنانه سیویلایز در واقع بتونن بگن جمهوری اسلامی آری یا نه. و اگر گفتن نه، همه چیز دیگه، نهادهای موجود غیر قانونی میشن. یک دولت انتقالی که مجری عدالت انتقالی هم باید باشه تو همون فاصله، او تصدی کشور رو به دست میگیره تا برسونش در واقع به قانون اساسی جدید، تایید مردم از قانون اساسی جدید و انتخابات آزاد بر اساس قانون اساسی جدید و انتخاب دولت و حکومت قانونی جدید. اون دولت موقت ماموریتش تموم میشه و واگذار میکنه امید. این پروسه رو من به نظرم رفراندوم آری یا نه روی جمهوری اسلامی زیر نظر سازمانهای بین المللی یک خواسته است که قبلا هم تا آقای مهندس موسوی گفته، اتفاقا آقای پهلوی هم قبلا خیلی گفته و به قول یکی از فعالین در ایران میگفت در واقع از موسوی تا پهلوی رفراندوم
میتونه یک اجماع بزرگ بین سیاست میشه ایجاد کنه. الان دیدم شما هم از سالها بیش هم اینجا در خدمت من تا اون موقع های دکتر ما در واقع میفهمیدیم هممون که این حرف وقتی میگیم رفراندوم یعنی جنبش اصلاحات شکست خورده، یعنی حکومت اصلاح ناپذیر دیگه و یک راه مونده اینست که باید قانون اساسی بالکل عوض شه، یعنی نظام عوض شه. و طرح این گفتمان بود، طرح گذار از نظام جمهوری اسلامی بود و اون گفتمان گذار از جمهوری اسلامی امروز میوه داده. 92%، 93% مردم دیگه حالا میگن نظام باید و با رأی با اکت و حرکت روز جمعه شون این رو به زبون رسا و صدای بلند گفتن. یعنی الان دیگه این یک گفتمان ملیه، اکتش در واقع عملش که دنیا هم میفهمه این حرف رو. من اتفاقا تو همین چند روز تو همین واشنگتن با چند نفر غیر ایرانی صحبت کردم و اینو توضیح دادم که این اتفاق در ایران افتاده. جالب بود واکنش اونایی که آگاه دارم. مثلا اولین واکنش اینجوری بود که این در خانه نشستن مردم از رأی ندادنشون مهمتره، برای اینکه یک کاری رو انجامم دادن روش غیر از بایکوت. و دیگر دارم اینجا چون راجع به مسئله خارجی بخش مهمی است، مردم انتظار دارن راجع به صحبت کنیم. یه درنگ کوتاهی میکنیم. میخوام برم یه احوالی از مهدی جان یراحی بگیرم. بردن زندان به سکوت وادارش کردن، اما مهدی جان زمان آوازخوانی تو نزدیک. میشنم رود به مهدی جان یراحی که از خوشتالی خوزستان، از ویرانی، از سیل، از مرگ و از تظاهرات بزرگ هموطنان ما سخن. خب حالا دکتر سازگارا برگردیم به گپ و گفت ما. من اولا یه پرانتز ببخشید دکتر، چه کار خوبی میکنید که زبانها و گویشهای مختلف و موسیقیهای مختلف ملت ایران رو، ملت بزرگ ایران رو، چون سرمایه ملی ماست این دایورسیتی و تکثر و تنوع فرهنگی و زبانی که ما داریم، اینا رو باید میراث هزاران سال بعد حفظ کرد. عربی، کردی، ترکی، بلوچی، ترکمنی، لهجه های مختلف، ایلکی، دلوری. امیدوارم این سنت همیشه باشه. دیدم من شما میکنید در برنامه ها موسیقی های بخش های مختلف جامعه رو پخش میکنید و بسیار عالیه. یعنی مسئله اعتقاد داشتم از روزگار نوجوانی تا امروز. دکتر سازگارا، من این سوالی که از شما میخوام بکنم سوال من نیست، به هر حال ماها بیرونیم و تو جریان، ولی مردم خیلی میخوان بدونن حالا که داستان سه‌شنبه بزرگ در امریکا اتفاق افتاد و خانم هیلی کنار رفت، آقای بایدن شد نماینده و بنابراین آقای ترامپ و دعوا بین او و بایدن خواهد بود. اولا شما فکر میکنید، حالا اصلا نمیشه آدم تو امریکا پیشبینی بکنه یا این چیزا رو بگه، ولی کلن آیا تغییر رئیس جمهوری در امریکا، حالا دیدیم دولت امریکا این بار اتفاقا اعلام کرد، یعنی نوعی اقرار کرد به کاری که مردم ایران انجام داده، اینکه رژیم بی پشت و پناه و مورد نفرت مرد. اینو برای اولین بار من دیدم بعد از انتخابات ایران آمریکایی‌ها با هوشیاری اینو اعلام کرد. حالا آیا تغییر رئیس جمهوری در آمریکا میتواند تأثیری داشته باشه در روند حرکت بزرگ جامعه ما، تسریعش بکنه یا به تعجیلش بندازه؟ این مردم میخوان بدونن. عامل خارجی رو میگن، این مهمه. نه آقای دکتر، ببینید سیاست در واشنگتن، درست رئیس جمهور اختیارات بالایی داره، من دیدم متاسفانه پاره از ایرانی ها فکر میکنن این ترامپ دیوانه اگر بیاد سر کار مثلا کار این رژیم تموم میشه و همین دلیل چشمشون رو به بقیه خسارت های ترامپ میخوان ببندن. ایرانی های مقیم امریکا رو عرض میکنن و فکر میکنن به خاطر ایران خوب ترامپ بیاد سر کار. ترامپ آدم شارلاتان، دیوانه
و خطرناکه، نه برای آمریکا بلکه برای همه دنیا. و دیدیم که اگر اردوغان پول جیبش بذاره، چهار تا تعریف ازش بکنه، میره دست در گردن اردوغان میندازه و هتل ترامپ میسه. جمهوری اسلامی هم اگه عقلش میرسید به ترامپ میگفت مثلا شما افتخار بیاید این بهترین جای تهران یا اصفهان هتلتون رو بسازین، 2 میلیارد دلار هم خود ما پول میدیم اسم هتل شما روش باشه، باور کنید میرفت دست مینداخت گردن خامنه‌ای، ما چو بوسم میکرد، بعدم میگفت من رفتم مذاکره کردم. او اصلا آدم خطرناکیست. ولی حالا اصلا خیال کنید ترامپ نه، اصلا جمهوری خواه خانم هیلی میومد بالا و حالا البته هنوزم ادامه داره، چون ترامپ ممکنه هر بنده هایی که براش هست راهی زندانش بکنه و از انتخابات کنارش بزنه. ولی به هر سرو یا این طرف هم آقای بایدن مثلا میرفت، چون ایرانی ها باز به غلط فکر میکنن مثلا انقلاب اسلامی و رفتن محمد رضا شاه رو کارتر کرد، اصلا اینجوری نیست. یعنی دولت های خارجی من جمله دولت امریکا مگه چی کار میتونن بکنن؟ ببینید میتونن حمله کنن که هیچ وقت از در دستور هیچ کدوم از رؤسای جمهوری امریکا نبوده حمله به ایران، و تا همینه از هر دو حزب میتونن تحریم کنن. خب کردن، سخت‌ترین تحریم هایی که از آفریقای جنوبی هم سخت‌تره کردن. الان میتونن حکومت رو به اصطلاح ایزولش کنن در دنیا، کردن. و یک سری طبیعتا مثل هر دولت دیگه‌ای، مثل هر حکومت دیگه‌ای آمریکا یا هر حکومت، منافع ملی خودش و سیاست‌های خودش اولویتشه. و بعدم نگاه میکنه به خصوص یه قدرت بزرگ مثل امریکا، 100 جا رو باید نگاه کنه یه تصمیم بگیره. متحدین منطقه‌ایش، عربا، اسرائیلیا، رابطهش با چین، با روسیه، با بازار نفت، بازار داخلی، بازار، در نتیجه مسئله اتمی، صلح و امنیت، مسابقه اتمی، همه اینا تو این دستگاه بروکراسی امریکا، وزارت خارجه، CIA، وزارت دفاع، شورای امنیت ملی، اینا که نهایتاً برایند برآوردها و بحثها و گزارشها و کارهای اینا میاد بالا میشه، تصمیمی که رئیس جمهور امریکا میگه، اینا رو وقتی جمع بزنی اینطور نیست که فکر کنیم این رئیس جمهور برداری اون یکی رو بذاری اتفاق عجیب غریبی میفته. چه توقعی میشه داشت؟ بعد اصلا مگه ملت ما چشمش به دست خارجیه؟ مگه منتظر کسی میشه؟ مگه در فعل انفعالات بزرگ سیاسی ما، فرض کنید ملی کردن صنعت نفت یا انقلاب اسلامی یا انقلاب مشروطه، مگه مردم ما مثلا منتظر شدن ببینن انگلیسا چی میگن یا امریکایی‌ها چی میگن یا روسا چی میگن؟ کارشونو کردن و کارشونو کردن. دنیا هم وقتی میبینن ملت یه چیزی رو میخواد معمولا هم دیرتر از بقیه، ولی بقیه بخشای جامعه بین الملل، دولت ها میان و پشت مردم وای میسن، مگه دولت های استبدادی باشن مثل روسیه تزاری یا مثل این آقای پوتین. وگرنه کشورهایی که دموکراسی درشون هست طبیعتا پارسال دیدیم چگونه در واقع حرکت اعتراضی مردم دنیا رو به تحسین واداشت، از جمله حتی دولت ها، وزرای خارجه، پارلمان ها، نخست وزیرا. بنابراین چه توقعی میشه داشت؟ ما اصلا توقعی هم نداریم. ما شاید مردم پیش خودشون فکر کنن که خب نه، بیان اصلا جمهوری اسلامی رو بگن ما از رسمیت نمیشناسیم دولت مستقر در ایران و یه گروه دیگر مثلا دولت اعلام بکنیم. اینطوری اتفاق نمیفته. اون گروه دیگه، دولت دیگه‌ای مثل آقای خوان گایدو مثلا در ونزوئلا، وقتی بستری باشه، زمینه قانونی داشته باشه، کار باشه، ممکنه این اتفاق بیفته. اونم مثلا 60-70 به کشور کرده. ولی الان اینطوری این توقعات رو نباید داشت، نباید دامن زد و بی خودی هم نباید تصور رو برای مردم ایجاد کرد که چون خود حکومت دلش میخواد این کار رو بکنه که دنیا میخواد اینا رو نگه داره. 4 تا تحلیل ساده مزخرف هم درست میکنن که مثلا اینا هستن اسلحه فروش ها، اسلحه میفروشن، پس بخوان اینا رو نگه دارن، پس نگه میدارن، اینا همه مثلا قاسم کوریه در میارن مخالفن، تا اینا نخوان، این مثلا غربی ها نخوان، این
حکومت نمیره، تئوری توطئه در واقع اصلا دوری نیست. همه دنیای آزاد در واقع از خداشونه که این حکومت بره و جاش یک حکومت مردمی دموکراتیک میانه رو همراه با دنیا غیر تروریست و رو به دنیای مدرن در ایران بر سر کار بیاد و ایران هم نپاشه از هم دیگه و بتونه در این چرخه جهانی ثروت و قدرت و ثروت و فرهنگ و دانشی که در دنیا هست همراهی کنه، نقش شایسته مردم ایران هم بازی کنه. این اون چیزیست که خواسته هم است. ولی چه کاری میتونن بکنن؟ کارشون هم نیست که الان میبینی پی میان و مثلا میگن اون دولت انتقالی یا موقت یا اون جریانی که معلومه که قدرت رو داره سرنگون میکنه اونو به رسمیت بشناسن، اون زمانی اتفاق میفته که واقعا در آستانه پیروزی باشی یا پیروز شده باشی. خامنه ای رو داری به زیر میکشی یا به زیر کشید. بخشایی از سپاه، ارتش، پلیس اینا به مردم پیوستن اومدن و قدرت رو در واقع داری تسخیرش میکنی. در اون مراحل بعد دولت ها مطمئن باشید میاد، احتیاج نداره خیلی هم لابی بکنی، ولی همینجوری تو فضای خالی بلند شی بری لابی کنی بگی بیای ما خیلی آدمای خوبی هستیم، ما خیلی چیزیم، از داخل زندان تا بیرون ایران مخالفین هستن، میگن آفرین، تقدیر میکنن. ولی چه کاری میتونم بکنم؟ بنابراین من به نظرم تغییر رئیس جمهور در آمریکا تاثیر چندانی روی سیاست نخواهد داشت. و البته باز هم تکرار میکنم، اگر این انتخابات، البته حالا خیلی مونده تا انتخابات امریکا، صد تا چرخ باید خورد، ولی اگر یک دیوانه مثل ترامپ ببره که وا مصیبته. اول همه هم به ایرانی های مقیم امریکا عرض میکنم، دودش چشم مسلمونا یا مسلمون زاده ها و کشورهای اسلامی در امریکا خواهد، برای اینکه این آدم هنوز نیامده داره خط نشون میکشه و میگه که پدر همتون رو در میارم و برای اینکه باب دندون یه عده اقلیت سفید نژاد پرست حرف میزنه در امریکا و هنوز نیامده خط نشون برای نژادهای دیگه داره میکشه و مذاهب دیگه و ملیتهای دیگه. به صورت این به نظرم تأثیری نداره. برگردیم آقای دکتر به کشور و اون بحث این که ملت آیا این مسیری که شروع کرده، این فصل جدیدی که شروع کرده موفق میشه که حکومت رو به عقب برونه یا نه، به خیلی چیزا بستگی داره و اتحاد یکی از سه شرط حداقلی پیروزیه. این رو هم عرض کنم، بعضیا میگن که خب این دیکتاتور که به پای خودش نمیره رفراندوم بذاره، آره نمیره بکنه، صدای انقلاب مردم حاضر نیست بشنوه. ما باید با مقاومت مدنی گسترده، با اعتراضات، با اعتصابات، با فلج کردن حکومت، با همین بایکوت ها، تحریم ها و با ریزش از حکومت و جلب آدمایی که هنوز در دایره قدرت هستن به سمت مردم و حل کردن اونها در مردم وادارش کنیم. و پیشبینی من هم اینه که این نظام اول سقوط میکنه، بعد اون رفراندوم برگزار میشه. ولی مهم نیست، اون گفتمانش مهمه، اون گفتمان ملیش مهمه، اون گول و هدفی که همه دیگه میتونن بگن ما این رو میخوایم، هدفی که دنیا میفهمه و بعدم مسیری که طی میکنن. و البته به نظر من حتی وقتی این نظام سقوط هم بکنه، برگزاری یک چنین رفراندومی زیر نظر سازمانهای بین المللی کار شایسته ای برای اینکه حرکت مردم ثبت تاریخی از طریق صندوق رأی هم میشه، یعنی مهر باطل شد به پیشونی نظام جمهوری اسلامی رو مردم با صندوق رأی در واقع میزنند، با رأی قاطعی که میدن که نمیخوایم نه جمهوری اسلامی، آری یا نه، این بار نه نمیخوایم، دیدیم چیه توش، نمیخوایمش. من فکر میکنم ابتدای مسیر هستیم، ولی اگر فعالین به این نتیجه برسن که این بشه شعار محوری و گفتمان محوری، اون وقت همه ماها باید کمک کنیم به این که این بشه گفتمان ملی. یک نکته پرانتزی هم عرض کنم، جالبه شاید برای اولین بار خاتمی هم که به بزدلی معروفه و ترسان و لرزان همیشه قدم برمی داره،
حداقل نشون داد صدای انقلاب مردم رو شنیده، برعکس خامنه ای. بعد فقط رأی نداد، یه مصاحبه هم کرده. البته من به راهکار خاتمی طبیعتا اعتقادی ندارم. دوباره داره میگه که مردم همه بیان، اصلا نه، باز یعنی از این میخواد چشم بپوشه که این ساختار بلدفقی نمیگذاره دموکراسی در ایران جایگیر بشه. اونشو کاری ندارم، ولی اینی که اعتراف میکنه به این که حرف مردم رو شنیدم و منم خواستم با مردم همراه بشم. و خب ببینید، حتی آدمی مثل خاتمی هم در واقع ختم جنبش اصلاحات رو به این معنی اعلام میکنه، چیزی که اکثریت اصلاح طلبا هم کرده بودن قبلا و در واقع به تأسیس از مهندس موسوی حرکت کرده. بنابراین ببینید، عملا در عمل داره یک اجماع ایجاد میشه. اینم عرض کنم، من اخباری که از درون حکومت دارم، خامنه‌ای خیلی طمع داشت که با این شامورتی ها که در میاره و بگه شورانگیز و مردم هم در یه درصدی بیان گندش کنه بذاره و اینا، بلکه همون 7% رو روحیه بده که مردم اکثریت هنوز با ما. ولی حالا که این شکست فاحش بخورده، من خبری که دارم نیست که داخل خود حکومت هم ولوله‌ای به پا شد. همون اعضای سپاه، همون اعضای حتی دستگاه اطلاعاتی، همون اراذل و اوباشی که میارن توی حراست وزارت خونه ها، میان توی اون مردم کتک میزنن، همه اینا وحشت، یعنی شوخی نیست، بالاخره ترسناکه برای هر آدمی، هر چقدر هم بی سر و پا باشه، که یک ملتی وایساده به این عظمت، به این بزرگی میگه نمیخوام، باید برید و برید گم شید. اینیست که اتفاقا ترس و وحشت زیادی هم در دل حکومتگرها ایجاد شده، به اضافه این که این هشلحفی هم که در اومد به اصولگراها که ارزم نکردن اقلا بنده اصلاح طلبا مهارت پارلمانی داشته باشن با هم ائتلاف درست کنن، تیکو پاره شدن در همین چارت و کرسی مجلس. عملا مجلس بی‌لیاقت تری هم شکل خواهد داد، ناتوانتر و پر از دعوا، که همین کار جاریش هم احتمالا نخواهد تونست بکنه و به جون دولت هم خواهد افتاد و اون پایداری ها که به خصوص بیشتر تونستن کرسی به دست بیارن، حرف بدتر از احمدی نژاد، حرف خامنه ای هم بیشتر گوش نخواهند کرد و یک وضعیت آشفته ای رو به اصطلاح در درون حکومت که الان هست آشفته ترش هم خواهد کرد. یه نکته به نظر من جناب دکتر خیلی مهم بود. اول اینکه شما گفتی این دولت آمریکا رو کسی فکر نکنه براش متکاری میکنه، این باید از عقل ما پاک بشه. و این کاری که رژیم دائم میکنه که آمریکا میخواد این رژیم بمونه. ببین اینو در رفتار و اعمال مردکی مثل تریتا پارسی و باقی لابیست های رژیم هم میبینیم. آقا همه جا جنگ ایران نیست، امنیت و آرامش، اگه این رژیم بده ایران تکه تکه میشه. این به اعتقاد من خیلی پیام مهمی است که مرتب باید برای مردممون تکرار بکنیم که عزیزان، هیچ کدوم اینا نه پسرخاله ما هستن، هیچ کدوم دنبال مساله خودشون هم هستن. زمانی مسائلشون با جمهوری اسلامی انطباق داشت، الان نداره، خیلی روشنه. یعنی الان دیگه نمیان لگد به پای ما بزنن، بنابراین باید جنبید و سرنوشت خود رو تعیین کرد. من می‌خواستم برگردم روی اپوزیسیون دوباره. بفرمایید. چون ببینید صحبت مقاومت مدنی بود، چون من دیدم تو ذهن یه عده میاد که آخه مگه میشه. ببینید یک پیروزی بزرگ دیگر من تو هفته گذشته دیدم، خیلی واقعا به جرئت میگم شوک شدم و لذت بردم، و اون مسئله آستانه روز زن 8 مارس که فردا جمعه هست، گروه پژوهشی امروز که اینطور که توضیح دادن جمعی از اساتید و دانشجوها و ایرو هستن، 10 نفرن، کار درخشانی در سطح شهری به بزرگی تهران کردن. در 71 نقطه 20,000 نمونه رو مشاهده کردن. این حجاب، این نافرمانی مدنی دختران و زنان شجاع ایرانی
در مقابل حکومت در مورد تحمیل حجاب اجباری رو رفتن علمی اندازه گرفتن ببینن واقعا دخترها چیکار کردن. و این تحقیق که بسیارم دقیق، جداول مختلف کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور منتشر کرده، 60 و چند صفحه است. وقتی آدم ورق میزنه میبینه دقیقا عددی بین 60 تا 81% بسته به محله های مختلف تهران، از شمال تا بازار شابدالعظیم، از ربات کریم چه میدونم تا افسریه، از مرکز شهر تا نارمک، وقتی این مناطق رو گذاشتن آدم میبینه دخترها در واقع و زنها در بازه های سنی عددی بین 60 تا 81% حجاب تحمیلی حکومت رو نافرمانی میکنن علارغم همه تهدیدها و هارت و پورتا، و حکومت زورش هم نمیرسه. این همون اصل عدده، این همون قدرت بی قدرتانه به قول واسلاو هاور، قدرت مردمه. وقتی با هم تصمیم میگیرن یک کاری رو بکنن یا یک کاری رو نکنن مثل روز جمعه، این هیچ حکومتی نمیتونه حریفشون بشه، هزاری هم قیافه بگیره. و دخترها و زنان ایرانی که به نظر من الان در محوریت انقلاب زن زندگی آزادی که یک انقلاب عمیق اجتماعی فرهنگی در جامعه ما در جریان قرار داشتن و قرار دارن، با این نافرمانیشون و یک از ستونهای حکومت رو خوابوندن راهکار نشون میدن به مردم، باز هم در پیشتازی قرار گرفتن زنان ایرانی، و این رو هم باید تبریک گفت. یعنی در آستانه نوروز و بهار، بهار دیگه پیروزی دختران و زنان ایرانی در مقابل یکی از ستونهای این حکومتی که قدرت رو باز تولید میکرد، تحمیل حجاب قیافه بگیره بریزه تو ایستگاه مترو، اما نشون دادن وقتی میلیونها نفر در شهری مثل تهران و بقیه شهرها نمیکنن، روسریشون رو بر میدارن یا حداکثر یه چیزی میندازن دور گردنشون، یا ولی مانتوشون جلوش بازه، یعنی حجاب حکومت رو قبول ندارن، اون چادر یا مانتو روسری. اتفاقا اون قشر چادری خیلیشون سنتی هم محترم هم هستن، مادر بنده اگر زنده بود مطمئنن چادری بود، چادری هم میمون، دلیلی نداره. ولی اتفاقا همین سنجش نشون میده که اون قشر چادری حدود 15% سر جاش اون محترم، ولی اونی که مانتو روسریه که حکومت درش با سفت و سخت ببندن سرشون کنن اینا، مثلا 12%. اجبار در واقع مردم رد میکنه و کاملا اینو از این جهت عرض کردم که این پیروزی زنان و دختران ایرانی هم، این تحقیق درخشان در واقع تصویر درستی به ما میده، فقط این نیست که من از این بپرسم شما از اون بشنوید، نه، این تصویر کامل از شهر تهران که نمونه همه کشور هم هست، همه مردم ایران هم یه نمونهشون تو تهران هست، این تصویر درست های دکتر به نظر من نشون میده که با همین متدها این حکومت رو میشه به زیر کشید و میشه ماشین سکوش از کار انداخت، دیکتاتور رو وادار به تسلیم کرد، آنچنان که الان جلوی نافرمانی مدنی زنان در مقابل حجاب اجباری حکومت ناچار شده زانو بزنه و بی صدا در نمیاد دیگه. بسیار ممنون از تو، وقتمون تموم شد، در واقع مقدمه بود برای حرفایی که ما در آینده خواهیم داشت، و امیدوارم با این پیروزی بزرگ لبخند بر لباتون باشه نوروز امسال که آغاز پایان سیدعلی خامنه‌ای و ولایت فقیه خواهد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود، به اتفاق روس نازنینم دکتر سازگارا عضو گذار و همینطور یار و رفیق ایران فردا، تا دیدار بعدی در پناه پرورد.